سلام، یه موضوعی در سریع در مورد غذا تو آمریکا بگم. وقتی که میایین آمریکا یه چیزی شاید یه چیزی الان در مورد این چی میگن اتوبوس مدرسه که وایستاد اونجا بگم. وقتی که اتوبوس مدرسه وای میسته، از هر دو طرف ماشین ها باید صب کنن تا وقتی که بچه ها سوار بشن کامل و اون علامت استاپی که هست روی سرویس مدرسه تا بشه. الان ببینید یکم دیگه تا میشه، بعد ماشینا میتونن حرکت کنن. و اگه مثلا این ماشین جلویی حرکت کنه و رد بکنه قبل از اینکه استاپ ساین بره، جریمه داره. به هر حال همینجا بود، خواستم بهتون نشون بدم اینم. حالا یه موضوعی در مورد غذا بخوام بهتون بگم. وقتی که ماها مثلا تو ایران عادت کردیم، حالا تو مزرعه ها گوجه هست، خیار هست، سیب زمینی هست و هر چی که بخوایم هستش، کاهو هست. فکر کنم تو همه جای ایران تقریبا وقتی شما بخواین میوه سبزی بگیرین، خیلی راحت میرین یکی از باغ نزدیکترین باغا و از اونجا خرید میکنین. الان بیشتر خب سوپرمارکت شده. من بچه بودم نزدیکای خونمون چند تا باغ بود که میوه سبزی میکاشتن، گوجه، نمیدونم کلم، وسایل سالاد. همونجا بچه بودم بهم پول میدادم و بابا میگفتم برو سبزی آش بگیر، نمیدونم سبزی فلان بگیر، اینو بگیر، اونو بگیر. خیلی راحت بود، همه چیم طبیعی. حالا اون موقع زیادم سم و سوم استفاده نمی کردن. وقتی که میایین آمریکا یه کمی تعجب میکنین، چون عادت کردین که میوه سبزی ارزون راحت میشه گرفت. اینجا میایین میبینین همه چی گرونه تقریبا، میتونم بگم میوه سبزی نسبت به بقیه چیزا. و یه جورایی هم صنعتیه، یعنی مثلا وقتی سیب میگیرین میخورین از والمارت یا از فروشگاه بزرگ دیگه، اون مزه سیبی که تو ذهنتون هست رو شاید نده. یا وقتی که مثلا پرتقال میخورین، وقتی که نارنگی میخورین، مزهش کمی متفاوته. و یه چیز دیگه خیلی که شاید تعجب بکنین، غذاهای آماده اینجا خیلی خیلی زیاده. مثلا میرین تو والمارت یک سری یخچال‌های خیلی بزرگ پر از هر چی که فکر کنین هست داخلش، غذاهای آماده، یخ زده که فقط میبرین میذارین رو تو مایکروویو و ماکروفر و چی میکنین آماده میشه میخورین. خیلی زیاده. ولی و اگر مواظب نباشین اینجا خیلی راحت میتونین تو دام این غذاهای صنعتی بیفتین. تو آمریکا معمولا دو تیپ آدم میشه دید. یه سری خیلی مردمی که مواظبن نسبت به غذاهاشون، اهمیت میدن به اینکه چی میخورن، یکم پول بیشتر میدن، غذاهای سالمتر میخورن. و یه سری آدمایی میبینین که مواظب نیستن، فست فود زیاد میخورن، غذاهای آماده زیاد میخورن و بدنشون زیاد سالم نیست. به هر حال این دو مدل رو اینجا خیلی میتونیم ببینیم. حالا چرا اینجوری غذای صنعتی تو آمریکا زیاده؟ یکی از دلایلش اینه که پول در میارن از این قضیه. و تاریخش هم اگه بخونیم برمیگرده تو جنگ جهانی اول و دوم، کارخونه هایی اومدن که غذاهای با تولید میکردن که سربازا بتونن ببرن برای تو جنگ، یعنی مدت طولانی فاسد نشه اون غذا. و این کارخونه ها هی تولید میکردن این غذاها رو. بعد اینکه جنگ جهانی دوم هم تموم شد و این کارخونه ها دیگه لازم نبود غذا تولید کنن، ولی خب گفتن باید کارخونه ها چی کار کنیم، شروع کردن فروش کنن به مردم معمولی. و از اونجا شد که مردم معمولی هم یاد گرفتن غذاهای آماده بخورن، غذاهای سنتی بخورن و خیلی آسان‌تر بود. چون یه چی میگن، یه بسته‌بندی برمی‌دارین سر کار می‌ذارین تو ماکروفر یا حالا اون موقع حالا چه جوری بود، خیلی راحت غذاتون رو می‌خورین. ولی خب نگهدارنده داره، اینو داره، اونو داره. بالاخره غذای صنعتیه دیگه، غذاییه که
پردازش شده، یک کارایی روش شده. یکی هم این که چون تو مزارع تو آمریکا وقتی که میای مثلا زیاد مزرعه چی میگن، من زیاد از کشاورزی و اینجور چیزا سردن نمیارم، ولی خب تا جایی که بتونم سعی میکنم توضیح بدم. اینجا خیلی ذرت خیلی زیاده، یعنی یه جورایی کاشت ذرت چون ارزون تر بوده تو یه دوره‌ای، اون شرکت هایی که پول دستشون بود تشویق کردن کشاورزا رو برن به سمت کشاورزی ارزون تر، ذرت تولید کنن، اینجور چیزا تولید کنن که سودش بیشتر بوده براشون. حالا اگه بخواید تحقیق کنیم، من زیاد اطلاعات ندارم در این مورد، به خاطر همین اینجا شما زیاد مزرعه گوجه و خیار و اینجور چیزا زیاد نمیبینید. خیلی مزارع ذرت خیلی زیاده، ذرت و پنبه و اینجور چیزا خیلی زیاده. حالا اگه بخواید منم میتونم یکم تحقیق کنم در موردش بیشتر صحبت کنیم. به هر حال واسه همون وقتی که میایین تو آمریکا شاید شوکه بشین، اون غذاهای سالمی که تو ایران عادت کردیم بخورین اینجا قیمتش گرونه. بعد یه خیار چند روز پیش نشون دادم تو آلدی گرفتم، مثلا نزدیک $1 بود عددی و مزه‌ش هم مزه خیار نمیده. خیاری که ما عادت کردیم میریم سر، حالا فارسیش یادم نیست چی بود، بستان، این ترکیه ما میگیم بستان، میخوریم مثلا میشستم اونجا از باغ از بستان میکندم میخوردم، اون مزه رو نمیده. من مزه خیار اونجوری زیاد نمیبینم اینجا. ولی خب چیکار میشه کرد؟ همه فروشگاه ها یه سری غذاهای ارگانیک دارن، یعنی شما هم غذای غیر ارگانیک میفروشن اونجا، هم غذای ارگانیک دارن، قیمتش یکم گرونتره. یکی این کارو میشه کرد که یه سری مردم این کارو میکنن، من نمیگیرم غذای ارگانیک اونجوری، ولی سعی میکنم مثلا یه سری هستن که کشاورزا هستن که مثلا بعضی کاهوها تولید میکنن، از اونها کاهو میگیرم. مثلا از یه سری دوست دارم که پرورش مرغ میدن، از اونها سعی میکنم مرغ بخرم. یه سری هستن که پرورش گوسفند میدن، از اونها سعی میکنم گوسفند بخرم. اینجوری، یعنی یه سری سعی میکنم پیدا کنم اونجاهایی که فکر میکنم غذاهای طبیعی دارن و البته ارزون تر نسبت به چیزهای دیگه. به هر حال حالا هر کس یه برنامه ریزی میکنه برای خودش اینجا، ولی خواستم یه کمی یه تصویری بهتون بدم. تو آمریکا وقتی که میایین کلی غذاهای آماده میبینین، شاید اولش خیلی براتون هیجان انگیز باشه، کلی گوشتای پروسه شده، چی میگن، کلی کار روش شده، مزه زدن بهش، رو مزه‌های مختلف زدن، شاید براتون خیلی جالب باشه که تست کنین، ولی بعد از مدتی ممکنه خسته بشین و دنبال غذاهای سالم‌تر بگردین. یه چیز دیگه هم که هست اینجا، خیلی از چیزا شکر میزنن، یعنی میرین آجیل بخرین به شکر میزنن، میرین نمیدونم به همه چیز یه جورایی شیرینش میکنن. حالا میگم یک قضیه که همون سودش بیشتره برای تولید کننده ها این کارو میکنن، و ولی خب برای سلامتی خوب نیست. فقط خواستم یه تصویری بهتون بدم، اگه سوال داشتین در موردش بیشتر صحبت میکنیم. وقتی رفتم تو فروشگاه سعی میکنم به این نکته هم اشاره کنم. حالا شمایی که میخواییم بیاین آمریکا، به نظر من قبل اومدن تو ایران یا هر جایی که هستین از غذاهای سالم لذت ببرین تا جایی که میتونین. اینجا شاید یک کمی براتون سخت باشه که بتونین به اون قیمتی که تو ایران تهیه میکنین تهیه کنین. به هر حال ممنون که وقت میذارین ویدیوها رو میبینین، ممنون که کامنت میذارین، ممنون که راهنمایی میکنین. سعی میکنم ویدیوهای بهتر بذارم که شما رو آشناتر کنم با آمریکا، راهنمایی میکنین که چیکار میتونم بکنم. اگه سوالی داشتین لطفا کامنت کنین.